من سلام میکنم به بازجویان خودم، بازجویانی که چه در سال 87 من رو بازجویی کردم و چه در سال 88، افرادی که خب شرایطی رو بر من پیش آوردن که فشارهای روحی، روانی و جسمانی بسیاری به من وارد شد. اگرچه اون دوران خیلی سخت بود ولی تجربیات خیلی زیادی برای من داشت. آقای بازجو، من همیشه دوست داشتم یک شرایطی برام پیش بیاد که بتونیم با همدیگه صحبت بکنیم، بتونیم توی شرایط برابر با هم گفتگو کنیم، شرایطی که بدون چشم‌بند و سلول انفرادی و شکنجه جسمی و روانی باشه، بتونیم با هم بدون پیش‌فرض‌های ذهنی صحبت کنیم، همدیگر رو بشنویم و بدون جانبداری همدیگر تحلیل بکنیم. شاید تو این شرایط باشه که بتونیم حقیقت رو بهتر درک بکنیم. به نظر من آقای بازجو، شماها یه آدمایی هستید که تو شرایط مناسبی به سر نمیبرید. چون فکر میکنم که اگر یک آدمی که سلامت روحی روانی داره نمیتونه با هم نوع خودش چنین برخوردهایی رو داشته باشه که شما با من داشتید و با خیلی از دوستان دیگر من. این مسئله، یعنی این بحران که شما درش به سر میبرید، هر روز و به مرور زمان برای شما شدیدتر و اسفناکتر میشه. یادم سال 88 بود که بازداشت شده بودم. اواخر جلسات بازجویی بود که بهت گفتم که اگر یه روزی به حال شرایطی پیش اومد که توی تنگنای گیر کردی و نیاز به کمک کسی داشتی و اگر فکر کردی که من میتونم بهت کمک بکنم، حتما میتونی رو کمک من حساب بکنی. و جوابی که دادی به من، من فکر می‌کنم یه جواب خیلی لحظه‌ای بود، از روی غرور که گفتی که من هیچ وقت به کمک تو احتیاج پیدا نمی‌کنم. البته من فکر می‌کنم که همه انسان‌ها ممکنه یک روزی به کمک هم نیاز داشته باشن. به هر حال من هیچ کینه‌ای از تو ندارم، چون فکر نمی‌کنم که تو ذاتاً بازجو به دنیا اومده باشی. تو خود یه قربانی هستی که بیشتر از من و هر روز شکنجه می‌شی و هر روز نیازمند این هستی که یک نفر دستتو بگیره و از این شرایطی که به سر میبری نجاتت بده. به هر حال بازم امیدوارم که شرایط برات تغییر بکنه و در اون شرایط بهبود یافته موفق باشی.